برم خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. من ایوب کمره هستم از آکادمی لرن فایلز. دوستان، این پکیج آموزش بازی سازی با موتور یودیکی هست. دوستانی هم که اصلا آشنایی با هیچ نوع نرم افزار بازی سازی ندارن میتونن به راحتی با استفاده از این پکیج با موتوری بازی سازی یودیکی آشنا بشن و کار بازی سازی رو به صورت حرفه‌ای شروع کنن. یودیکی موتور بسیار قوی هست که بازی های ایرانی هم حتی باهاش ساخته شده که در سطح جهانی مقام اول و دوم را آورده. بازی ارتش های فرازمینی و بازی شبگرد که هر کدوم به ترتیب مقام اول و دوم و اول دوم ایتری 2013 رو داشتن. خب بریم به بحث کل پکیجمون ببینیم توی این پکیج چه کارهایی رو انجام دادیم. اول با ابزارهای نویگیشن آشنا شدیم در موتور UDK، به اضافه آشنایی با بخش های ریال تایم که در اینجا به شما نشون میدیم که ریال تایم دقیقا چه کارهایی رو در یودیکی انجام میده برای حرکت دادن اجسام یا اجرای انیمیشن هایی مثل آب و نور، قدرت نورپردازی یودیکی، بعد کلید های میانبر در یودیکی که چطور کار میکنن کلید های میانبر و چی هستن که بسیار در بازی موثره، معرفی براش ها در بازی که اصلا براش ها چطور هستن، چه استفاده از اونها داریم، و سطوح BSP، سطوحی که سطوح بسیار ساده هست و در آموزش باش آشنا میشید، ساخت یک اتاق ساده با استفاده از BSP ها و نور پردازی به صورت کاملا مبتدی که ببینید چطور نور پردازی میشه یک محیط، به اضافه آشنایی با تکنیک های نورپردازی به صورت لایت ماس، بیلد کردن کارها، اضافه کردن متریال ها به بازی. متریال ها تصویری، تصویرهایی هستن مثل نمای آجوری و چیزهای دیگه که بسیار کاربردی توی محیط و باید از اونها استفاده بشه. آشنایی با نورپردازی نقطه ای که حالا نقطه ای به چه صورت، آشنایی با سایه ها که سایه آیا تولید بشه یا نه توی بازی، بعد ادامه مبحث نورپردازی نقطه‌ای، ساخت نور خورشید در بازی که بسیار مهم هست، نور خورشید و به چه صورت بتابه، نحوه افتادن سایه ها روی زمین که به چه صورت باشه، بخش سورفس پراپرتیز دقیقا همین بخش که بیشتر روش کار خواهیم کرد، و آزمایشی از بازی که ببینیم آیا نور خورشید به چه صورت افتاده توی بازی. آشنایی به بخش آنریل کیسمت، تعریف رویدادها در بازی هستش. یک سری چیزها رو خودمون به اینجا اضافه میکنیم، یک سری نودها رو اضافه میکنیم برای آشنایی که در تصویر مشاهده میفرمایید. آشنایی با محیط ترین یا ساخت کوه، معرفی ابزار در ترین و ایجاد برآمدگی یا ایجاد کوه در ترین UDK، رنگ اضافه کردن متریال در UDK یا همون رنگ اضافه کردن، اضافه کردن درخت ها یا تری به قولن، و اضافه کردن ماشین یا هر ابزار مکانیکی به بازی. یک نمای کلی از بازی به این صورت که میتونید مشاهده کنید. آشنایی با بخش متنی یا متینی که ساخت انیمیشن های ساده هست در UDK و مثل انیمیشن در باز بسته شدن در که به اون خواهیم پرداخت در ادامه این قضیه ها، ساخت پروژه نهایی بخش اول بخش اپلیکیشنین که میبینید به این صورت یک اتاق ساخته میشه و بقیه کارها هم در اون انجام خواهیم داد. BSP ها رو ببینید به چه صورت ساخته شده، اضافه کردن متریال ها و تنظیمات متریال که به چه صورت روی زمین و قسمت های دیگه باشه، ساخت محیط کیلزت که از یه قسمت بیفته پایین کاراکتر بمیره، ساخت درب متحرک که وقتی به درب شما نزدیک بشید این درب به صورت خودکار باز بشه و درب به صورت خودکار بسته بشه که با استفاده از متنی و کیسمت ساخته شده. به این صورت ببینید در باز میشه، وقتی دور میشید در بسته میشه. اضافه کردن آبجکت هایی به محیط مثل استاتیک مش ها، اضافه کردن آسمان یا سکای به داخل سطح بازیمون، به این صورت میبینید که سطح بازی قشنگتر شد. خروجی گرفتن از مرحله‌ای که تا حالا ساخته شده و گرفتن فایل نصبی. آشنایی با بخش متریال ها، یکی از مهمترین بخش ها،
آشنایی با پنجره متریال ادیتور، ساخت یک متریال ساده با استفاده از تکسچر و یک خروجی از متریال که تا الان میبینیم یک متریال کاملا ساده، ساخت تکسچر و در نهایت ایمپورت کردن اون به UDK و ساخت متریال روی همین با استفاده از همین تکسچر و آموزش ایمپورت کردن به این صورت کامل دیدید. این هم همون تکسچری هست که اد کردیم و باهاش یک متریال ساختیم به این شکل، ساخت متریال اتاق کامل و به اضافه این که یک سری تکنیک ها چطور نویگیشن یا انیمیت بدیم به متریال هامون، گروپ بندی متریال ها، ساخت حالا متریال در و پنجره، باز میخوام دیوار و پنجره که متریال هم طوری باشه از قسمت پنجره بتونیم داخل محیط رو ببینیم به این صورت که دوستان مشاهده میکنید، و طوری هم بسازیم که نمای بیرونی بیفته داخل پنجره و این نما به صورت پویا باشه. ببینید الان اگه حرکت میکنم میبینید که نور این داخل مشخص میشه، داره یه چیزی از پشت سر نما رو نشون میده. ساخت یک ساختمان در نهایت و اضافه کردن متریال ها به اون که ادیت میکنیم به صورت تک پنجره این باشه و نورهایی که به اینجا اضافه خواهیم کرد برای شدت نور. خب دوستان، این هم کل آموزشی بود که در این مبحث به شما یاد خواهیم داد. شما با استفاده از این پکیج میتونید که در سطح اپلیکیشنینگ به سطح بیش از متوسط هم برسید. انشالله اگه از این پکیج به صورت خوبی استقبال بشه و مورد تایید شما دوستان عزیز و کاربران عزیز LearnFiles قرار بگیره، پکیج های دیگه در مبحث UDK برای شما خواهیم گذاشت. پکیج پارتیکل سیستم، یعنی ساخت آتش، دود و باران و برف در محیط، به اضافه پکیج نورپردازی که به صورت کلی به بخش نورپردازی اشاره خواهد شد، یعنی آموزش کاملا حرفه‌ای، و بعد از اون پکیج هایی به صورت پروژه‌ای، ساخت یک بازی کامل در موتور UDK و الی آخر. امیدوارم که از این پکیج لذت ببرید و انشالله صنعت بازی سازی به حدی پیشرفت کنه که بتونیم به شرکت های خارجی برسیم و حتی از اونها پیشی بگیریم. امیدوارم که لذت برده باشید. موفق و پیروز باشید.